در سال 1344 محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کرد. ساواک محمد حنیف نژاد و دیگر کادر مرکزی سازمان را به خاطر فعالیت‌هایشان دستگیر و اعدام می‌کند. در دهه 50 سازمان عملاً به دو دسته داخل زندان به رهبری مسعود رجوی و بیرون زندان به رهبری تقی شهرام تبدیل می‌شود. در سال 57 تقی شهرام توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم می‌شود و رهبری سازمان در اختیار مسعود رجوی قرار می‌گیرد. همکاری‌های مسعود رجوی با بنی صدر رئیس جمهور وقت سرانجام آنها را در سال 60 به پاریس ختم می‌کند. مجاهدین خلق برای ایجاد تغییر و رسیدن به قدرت به ترور رئیس جمهور، نخست وزیرش، رئیس حزب جمهوری اسلامی و 12,000 نفر از مردم عادی روی می‌آورند. پس از شکست در پروژه ترور، مسعود رجوی با همکاری صدام و انتقال نیروهایش به عراق می رود و دوشا دوش صدام در جنگ تحمیلی مقابل مردم ایران می ایستد. در مرداد ماه 67، چند روز پس از قطعنامه، رجوی در عملیات فروغ جاویدان قصد فتح تهران را می کند، عملیاتی که با شکست روبرو می شود. با سقوط صدام، سازمان به شکل رسمی به همکاری با آمریکا روی می آورد. سازمان مجاهدین خلق با خط مشی مبارزه با آمریکا در راستای خلق حیات سیاسیش را شروع و امروز با برگزاری همایش‌های سالیانی دیلپند و دعوت از سنا طورهای آمریکایی به حیات سیاسی خود به نام خلق ادامه می‌دهد. با آغاز دهه 60 روزهای پر التهاب برای جمهوری اسلامی شروع شده بود. رزمندگان در مقابل تجاوز نیروهای بعثی ایستاده بودند و در داخل کشور سازمان مجاهدین خلق که نتوانسته بود به صورت دموکراتیک کرسی قدرت را در اختیار بگیرد به ترور مردم عادی روی آورده بود. ماشینی که ملاحظه میکنید ماشین جهاد سازندگیه که مملو از کتابهای داستان و کتابهای ایدئولوژیکه و گروه های سیاسی با حمله به این ماشین توانستن آتیشش بزنن و راننده خودشو به پارکینگ جهاد رسونده و همونطور که ملاحظه میکنید الان ماشین در حال سوختنه. من یکی از نماینده های کمیته مرکزی امروز صبح بود که اطلاع پیدا کردیم که توسط واحدهای گشتی اعلامیه‌ای کشف شده. وقتی به اعلامیه‌ها مراجعه کردیم دیدیم که اعلامیه جنگ مسلحانه است علیه رژیم توسط مجاهدین خلق. اطلاعیه‌هایی میده که مضمون و جوهره همه اونها این هست که ما در چند روز آینده نظام رو ساقط میکنیم. حتما عناصر تشکیلاتی یادشون هست. اطلاعیه از قبیل هشدار به پرسنل ارتش، اتمام حجت با روحانیون، اخطار به نمایندگان مجلس، تشکیل کمیته های محلی برای اداره محلات بعد از انقلاب، به اصطلاح انقلابشون. اینا جفت‌سازی هست که به لحاظ اجتماعی میشه. مشخصا بعد از هفته تیر نمونه های متعددی داریم که با همین تحلیل، یعنی خط سرنگونی ضربه‌ای فجایع دنبال میشه. نمونه های مشخصترش حمله به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فاجعه انفجار نخست وزیری است. به این ترتیب اینه که مشخصا در یک دوره دو ماهه از بعد از 30 خرداد سازمان خط سقوط نظام رو از طریق سرنگونی ضربه‌ای دنبال کرده. در این زمینه از هر امکانی که داشته استفاده کرده، از نفوذی‌های خودش، از موارد اطلاعاتیش، از همین استفاده کرده و چیزی رو در این زمینه فروگذار نمی‌کنه. ترور شخصیت‌های سیاسی طراز اول جمهوری اسلامی با عنوان بی آینده سازی نظام توسط مسعود رجوی نفر اول سازمان مجاهدین خلق صادر شد. شخصیت‌های برتر انقلاب از جمله شهید بهشتی که از نظر دینی و علمی به بالاترین رتبه ها رسیده بود توسط مجاهدین خلق ترور شدند. اهدافی که این برنامه داشت، دستیابی به مجلس، راه پیدا کردن به جماران، نه تنها خواب و خیالی بیش نبود بلکه ضربات اساسی نیز به لحاظ نظامی
اجتماعی به سازمان وارد می‌کنه. بعد از این شکست فجایع ادامه پیدا می‌کنه. البته با خط و خطوط دیگه. سازمان از این مقطع بعد از این شکست مشخصاً طرح سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را با خط سرنگونی ضربه‌ای دنبال می‌کنه. جملاتی که در این زمینه مشخصاً آورده اینه: از سوی دیگر چنین تفکراتی به اینجا راه می‌برد که گویا مجاهدین خواستند ضرورت قیام مسلحانه عمومی را نادیده گرفته و از بالا به یک کودتاگونهی بسنده کنند. نه آن روز، نه امروز، قبل از شکستن طلسم خفقان، نه به صحنه آوردن توده‌های میلیونی امکان داشت و نه قیام و نه تصرف از بالا. بنابراین نظر مجاهدین این است که سرنگونی ضربه ای رژیم در فاز اول مقاومت همزمان با ضربات یا ضربه نخستین امکان پذیر نبود. عمده حرکت ها هفت تیر، نخست وزیری، دادستانی انقلاب، ستاد مرکزی سپاه، همشون عمدتاً بر نفوذ سوار هستند. یعنی عناصر نفوذی هستند که نقش تعیین کننده را دارند، نه نیروهای نظامی سازمان، نه توان نظامی سازمان. بدین ترتیب این خط منتفی میشه و سازمان با بنبستی که داره در این زمینه در پی شیوه های دیگری برای سرنگونی هستش. مجاهدین خلق پس از ترور شخصیت های برتر انقلاب وارد فاز دیگر جنگ مسلحانه ایشان شدند و در پی زدن ضربات پی در پی به جمهوری اسلامی برآمدند تا از ترمیم ضربات هفت تیر و هشت شهریور جلوگیری کنند. سازمان مجاهدین خلق که دستش را از ترور مسئولین کشور کوتاه دید، فاز مسلحانه اش را با عنوان قطع سرانگشتان رژیم آغاز کرد. و به همین دلیل هست که میبینیم درست در همین دوره ترورها روی مستضعف‌ترین اقشار جامعه متمرکز شده و اخبار منتشره حکایت از به شهادت رسیدن کسبه جز کارگران و زحمتکشانی از قبیل بقال، کفاش، لبنیاتی، رفتگر، کارگر حمام، کارگر کارخانه و غیره هستند که نه تنها اسلحه‌ای برای دفاع از خودشون ندارن، بلکه اصلا مسئله هوشیاری و حفاظت امنیتی براشون مطرح نیست و عمدتاً در حالی که در محل کار خودشون به طور عادی مشغول کار هستند مورد هجوم قرار گرفتن. همونطور که برادرمون اشاره کردن، سازمان بعد از این جمع‌بندی نتیجه میگیره که میبایستی از مردمی که تا به حال سد محکمی در برابر سازمان و سایر گروهک ها بودن انتقام بگیر. خب مشخصاً بعد از همه این جریانات که سازمان معمولاً یک تحلیل توری هم چاشنی اینها میکنه، اومد گفتش که میبایستی نیروهای عملیاتی در سطح جامعه عملیات بکنن به هر ترتیب که شده. اگر در حال اجرای قرار هستن، اگر از یه خونه میخوان برن توی خونه دیگه، نمونه مشکوکی میبینن، لازم نیست ضد تعقیب بزنن یا کارهای دیگه امنیتی، چرا که نه تجربهشو دارن و نه صلاحیتش رو. لذا برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن، میبایستی با اون نمونه مشکوک در واقع یک برخورد عملیاتی بکنن. برخلاف بچه‌های بالای سازمان که تجربیاتی در این زمینه دارن و خب اگر نمونه مشکوکی ببینن میدونن باش چجور برخورد بکنن، اینها اساساً میبایستی با این نمونه‌ها برخورد قاطع و عملیاتی بکنن. در راستای قطع سرانگشتان نظام، مجاهدین خلق به سراغ مردمی که به هر گونه به جمهوری اسلامی دلبستگی داشتند رفتند. حکم ترور مردم به نیروهای سازمان مجاهدین خلق داده شد تا با توجه به ظواهر مردم کوچه و بازار با آنهایی که ظاهری اسلامی انقلابی دارند برخورد شود. عملیات باید گسترش یافته و به بازوی نظامی رژیم باشد، یعنی مردم. بازوی نظامی رژیم همونطور که برادرمون توضیح دادن یعنی مردم. کیفیت و شکل و روش آن نیز باید مردمی باشد. نیروهای پراکنده دور و بر سازمان با حداقل آموزش دنبال کار برون. هیچ احتیاجی به آموزش نظامی هم وجود نداره، چون به شکل خیلی ساده میتونن مردم کوچه و بازار رو به اصطلاح خودشون ترور بکنن. در تاکسی مثلا بزنن هر کس که فالانج بود. در خیابان میروی یک تیپ مشکوک میبینی، یقش را بگیر بگو چه کار کنم، بزن بکش تا راه مبارزه باز بشه.
بنابراین برنامه برای کل بچه ها ریخته شود که برون عملیات بکنن. اعتباد نباید کرد. اگر ماشین نداد بزن و بکشش. به طور خلاصه و جمع‌بندی شده گسترش عملیات و با فعال کردن همه نیروها و هواداران سعی در درگیر کردن با مردم. رجوی خودش علنا اعلام میکرد که ترورها در داخل کشور رو داره از فرانسه هدایت میکنه و عملا هم این کار رو میکرد. رجوی مصاحبه میکنه با نشریه المصور در فرانسه سال 61، یک سال بعد از 30 خرداد. میگه ما توی این یک سال بیش از 7000 خورده آدم کشتیم. به صراحت اعلام میکنه که از این تعداد مثلا حدود 300 خورده ای نفر از سرانگشتان رژیم بودن، یعنی پاسدار یا روحانی، بقیه مردم عادی. خودشون هم میدونستن یه ترورشون کوره، فقط یه بقالی سبزی فروشی کاسبی اینقدر گیا ریش داشت یا عکسی داشت تو عکس آقای خمینی یا اینا رو تو مغازه بود، میرن به خاطر این میکشتن که مثلا مسئله پیش نیاد. از اینم میخواستن دل جرأتشون باز بشه که آدما رو میکشن، مردم نسبت به حکومت بدبین کنه و روی این حساب بود که مثلا این کارو میکنن. 12000 نفر از کودک 9 ماهه تا پیرمرد 90 ساله در پروژه قطع سرانگشتان نظام توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شدند. در بیشتر عملیات‌ها ترور شدگان از شاغلان صنوف آزاد شامل خاربار فروش، پارچه فروش، نانوا و سبزی فروش بودند. در اسناد سازمان وجود داره که 10 نفر در مثلا تهران شهرهای دیگه ترور شدند. سازمان حتی اسم اونها رو هم نمی‌دونه. در گزارش ذکر شده فردی که در سبزی فروش کار می‌کرد و مزدور رژیم بود. حتی اسمش هم نمیدونستن. نوشته گزارش شناسایی یک میوه فروشی است. آیا این درگیر شدن با مردم نیست؟ ترور یک فرد میوه فروش خدمت به چه کسی است؟ آیا گزارش دیگه‌ای که ترکش نارنجکش رو هم بینندگان مشاهده میکنن، فردی بوده که این گزارش رو به مسئولش داده و اون فرد معدوم شده. نوشته شغل کولر فروش، یخچال فروش و آب گرم کن فروش. مشخصات اون فرد رو ببین. حدود 40 سال سن، بیریش و سیپیل، قد متوسط با هیکل متوسط، مو نسبتاً کوتاه و آدرسش رو از زیر آورده. که حالا فقط به خاطر همین مختصر به اصطلاح شناسایی که ارائه دادن به نیروهای عملیاتی میرن اون فرد رو ترور بکنن. و به فقط هم شناسایی که از اون دارن حدود 40 سال سن. یا گزارش دیگه نوشته شغل آب میوه فروش، سن حدود 50 سال، قد متوسط با هیکل متوسط. جرائم خیلی واقعا نهایت اضمحلال و نابودی سازمان رو میرسون. نوشته جرائم دفاع از رژیم و حزب الله بودن. یا مدرک دیگه‌ای که توی یکی از خونه‌های تیمی به دست اومده، نوشته نام سوژه آقای ایکس، شغل بنگاهدار، جرائم فعال در مسجد محل. تمام یه روشی داشتن که آدم نمیتونه بگه. واقعا چنان شستشوی مغزی از اینا میکردن که اگه به این آقا میگفتن برو سر باباتم ببر ورده بیا، این محض خدا میرفت سر باباشو میبرد واسه نمیآورد. اصلا فکر نمیکرد. واقعا این شستشوی مغزی بود. لذا اینا تسلیم بودن، از خودشون هیچ اراده ای نداشتن که چه کار بودن. هر چی بهش میگفتن میگفتن سانتروریزم مرکزیت، میگفتن هر چی از بالا میاد ما باید ارتش چرا ندارد، ما باید هر چی از دستور از مرکزیت میاد بدون چونه چرا بپذیریم. گزارش دیگه اینجا هست که فردی که این عملیات رو انجام داده معدوم شده و ترکش نارنجک رو هم که در داخل این مدرک هست میبینن. نوشته که موتور را پارک کردیم و به طرف مغازه حاج عباس رفتیم. در داخل مغازه گفتن داخل این مغازه نیست، احتمالاً رفته به مغازه بالایی. وقتی او را به اسم صدا کردیم، فردی تا اومد جواب بده با آتش رگبار مسلسل مجاهد روبرو می شود و بعدش هم که گفتن تیر خلاص زدن. یعنی اون فردی که اومده جواب بده مشخص نیست خود به اصطلاح همون حاج عباسی بوده که اینها مد نظرشون بوده، که 100% اون نبوده.
مجاهدین خلق برای ناامن کردن شهرها و بحران سازی به ساماندهی تظاهرات گسترده و مسلحانه روی آوردند. اما این تظاهرات سازماندهی شده اغلب با مقابله خودجوش مردمی خاتمه پیدا می کرد. اما کشته و زخمی شدن مردم عادی و تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم نتیجه ای بود که از این تظاهرات مسلحانه مجاهدین خلق باقی می ماند. در رابطه با درگیری های دیروز تهران تا کنون چه تعداد کشته تحویل پزشک قانونی شده است؟ عرض کنم تا ساعت 10 صبح امروز در حدود 24 جنازه به ما تحویل داده شده که از بین آنها 3 نفر زن هستند و 21 نفر مرد، که تقریبا 10 دقیقه قبلا به ما خبر دادن که یک جنازه دیگه در بیمارستان شهید مصطفی خمینی هست که با آمبولانس گفته شد که به بیمارستان بره و جنازه نفر بعدی هم بیاره، که جمعاً 25 نفر میشن. در مورد دختر و پسر بودن این جنازه ها میشه یه مقدار توضیح بیشتری بدین و بفرمایید که آیا چهره‌ای سرشناس و مسئولینی هم آیا هست بین این کشته شده ها یا خیر؟ عرض کنم این جنازه ها که عرض کردن 3 نفر دختر هستن که سنشون در حدود 18 تا 20 سال به نظر میرسن و بقیه مرد هستن، که از اونهایی که مرد هستن یک سروان خلبان داریم به اسم عبدالله ابراهیم که بچه چی میخواست دکتر ببره و در داخل ماشین مورد ثابت گلوله قرار میگیره. نفر بعدی سرپرست امور شهرستان های بنیاد شهید است به اسم آقای هادی علی مازندرانی که با چاقو به قتل رسیده. نفر سوم ولی‌الله بزرگی کارمند چیتسازی ممتاز. نفر چهارم سید خلیل پورمعروفی 22 ساله که از بسیج مسجد علی بن ابی طالب اینجا اومده و شناسایی شده. در کنار ترور مردم کوچه و خیابان، نیروهای سازمان مجاهدین خلق به آتش زدن وسایل حمل و نقل عمومی و اماکن عمومی برای ایجاد رعب و وحشت در دل مردم روی آوردند. راننده شرکت واحد اومدم تا اینجا، یک سری اومدن جلو منو گرفتن، این ماشینم زدن خورد کردن. این حرف حقیقی منه که گفتم. دیگه اگه سوال دیگه داریم بازم. دلیلش چی بود؟ دلیلش ما دیگه نفهمیدیم که پیاده کن مسافرها رو، بالا پر مسافر، پایینم پر مسافر، پیاده کن. ما هم وایسادم، گفتم درارم زدم وا کردم، گفتم پیاده بشین، پیادم نشدم. بالایی که اصلا گرفتن نشستن از ترسون، زدن شیشه ها رو، همه رو سرکلهشون شکستم. من ساعت 7:30 صبح اینجا داشتم اخبار رادیو رو گوش میکردم، بچه هم که بخواستم برم مدرسه سرگرم تهیه صبحانه و رفتن مدرسه شون بودم. یه وقت من دیدم که این دود زیادی اومد توی این اتاق، از بس که صداش مهیب بود من گیج شدم روی این صدا. فقط تونستم خودم از زیر آواری که رو من خراب شده بود نجات بدم. در این موقع برادران سپاه، برادران شهربانی، برادران کمیته اهالی محل اومده بودم برای کمک. من والا تو اتاق خواب استراحت میکردم، بعد این مرتبه صدای مهیبی شنیدم، از خواب بلند شدم، خانمم افتاده زمین، صورتش پر خونه، سینه‌ش هم جراحت برداشته، بچه‌م رو تخت خواب خوابیده بود. بعد خانومم بلند کردم آوردم دم در، دادم آمبولانس برداشتم بردن و بعد مادم بچه‌م رو دیدم، بچه‌م رو برداشتم دادم به یکی از بستگان، بردن منزل و خونه رم که به این وضعی که دیدین هست شده. ساعت حدود 7:30 بود. نمیدونم چه نتیجه‌ای میخوان از این کاراشون بگیرن با این برنامه‌ای که ملت رو میخوان اینجور به سطوح بیارن مثلا، ولی این کارا از این کاراشون نتیجه نخواهند گرفت. من اینو مطمئنم میگم که از این کارا نتیجه نخواهند گرفت و ملت سفت و سخت وایسادن. سازمان مجاهدین خلق سلاح‌های گرمی که در روزهای پایانی حکومت پهلوی از انبارهای ارتش و ژاندارمری جمع‌آوری کرده بود را در خانه‌های تیمیش برای جنگ مسلحانه‌اش انبار کرد و خانه‌های تیمی سازمان مجاهدین به انبار مهمات و سلاح تبدیل شد. و جالبه در مناطق شمالی تهران خانه‌های تیمی رو اینا ساخته بودن
و انبارهایی از اسلحه در این خونه های تیمی پیشبینی شده بود که یکی از این خونه های تیمی وقتی که پیدا شد و اعضاش در واقع دستگیر شدن یا کشته شدن، امکان پیدا کردن همه اسلحه هایی که جاساز شده بود تو این خونه فراهم نشد. سال 67 وقتی که این خونه در حال تعمیر بوده، اون وقت کسی که داره افراد تعمیر میکردن متوجه میشن جایی که قبلا استخر خونه بوده، این استخر در واقع به صورتی که پلم شده بود مملو و از اسلحه بوده و نزدیک به چند صد قبض اسلحه متنوع در جایی که قبلا استخر بوده در یکی از خونه‌های شمال شهر تهران سال 67 پیدا میشه، که خب نشون میداد این دپوی اسلحه، این انبار اسلحه قاعدتا برای دفاع از خلق نبود. در رابطه با این خونه تیمی، ما پاسدار کلانتری مرکز، کمیته کلانتری مرکز، تقریبا یک ماه بچهای اطلاع طریقاتش در این رابطه بودن که دیشب بعد این یکی ما موفق میشن که برسن تو خونه. این جاسازی نارنجک، بعد بی سیم مادر فرستندشه، بعد این اسلحه گازاشکار پرت کنه، بعد مبل رو زدیم بالا، مبل رو پاره کردیم، یه اوزی تو مبل جاسازی شده، بعد اونطور بانده بود قرصاس و این رو چیزای طبی هست و پنسه و بعد اون طرف ماکس های مال گاز دشکاوره و نوار جسه هست، تیر جسه، بعد باز خشاب های پر شده و باند پیچی شده به وسیل زرورق. یه نقشه هایی هستش که ما رو تعلیم این تیبار این یادترمه امیه که بعد یه مقدارم اونجا هستش باز دوباره این دره که باز کردیم این جسا به همین ترتیب جاسازی شده بود. ملاحظه میکنید که به همین ترتیب جاسازی شده و همه هم روغنکاری شده، مثل اینکه همین چند دو سه روز بعد میخواسته شروع بکنه به شاید جنگ مسلحانه. اینجا هم که اسلحه های جسس، کلاشینکوف و تفنگ های شکاری، تفنگ اصل مسلسل های یوزی هست اینجا، و اینجا هم که خشاب هایی هستن که از اینها به دست اومدند. تعداد جسه و اینها میاد که قابل توجهه و انواع کلت ها که ما به دست آوردیم با خشاب هایی که در اینجا میبینید. اینجا کلیشه های پول وجود داره و اینجا هم کلیشه موتور است، عکس شخصیت ها هست که اینها از روزنامه ها از جاهای دیگه در میوردند و توی این دفتر الساق میکردند و باز در جاهایی میبینید که آدرس این شخصیت ها، شماره تلفن هاشون همه یادداشت شده. این بخشی از آیین نامه حمل و نگهداری سلاح توسط سازمان مجاهدین خلق است. انقلابیون ما به گفته علی علیه السلام بایستی بینش ها و اعتقادات خود را بر سلاح هایشان حمل کنند و این در حالی است که مرتجعین و ضد انقلابیون جز به خاطر شهوات شخصیشان اسلحه بر نداشتند. سلاح را جز در مسیر اهداف عالی انقلاب به کار نخواهیم گرفت. از این رو هرگز نباید در برخوردهای من جنبه هایی وجود داشته باشد که خاطره سلاح به دستان و هفتیرکشان مزدور را برای مردم زنده کند. مبارز انقلابی به هیچ وجه نباید با ماجراجویی و هرچو مرج طلبی یکی شود. ما دارای اهداف مقدس و سازنده انسانی هستیم که پیگیری آنها مستلزم رعایت حداکثر انضباط انقلابی است. یک رزمنده مسلح مکلف است که با احترام و مهربانی بسیار بیشتری با مردم برخورد کند. فراموش نکنید که تک تک سلاح‌هایی که شما در دست دارید با قیمت‌های گزاف و به قیمت رنج و خون تمامی خلق قهرمان تهیه شده و اینک در دست شما امانتی است برای حفظ و توسعه آزادی و حرمت آنها. این تروریسم اصلا کار فرقه هاست که دور از جریان جامعه هستند. یعنی نیرویی که در متن
جامعه هست و نیرویی که پایگاه اجتماعی داره نیازی به ترور نداره. حتی اگر دست به سلاح هم ببره، این کارش مورد حمایت مردمه، مثل نیروهای آزادی بخش. مثلا یک نیروی آزادی بخشی که میخواد با دشمن خارجی بجنگه و زمینش رو آزاد بکنه، مملکتش رو آزاد بکنه، یا میخواد با یک دیکتاتوری بجنگه که آزادی به دست بیاره، این مورد حمایت مردمه. نیازی به اون واژه ترور، یعنی این که جدا از مردم کاری انجام دادن، نداره. ولی وقتی که از جریان مردم دور افتاد و از حمایت مردم قطع امید کرد، به نوعی من حتی تو این کتاب‌های فرقه دیدم ترور رو به عنوان انتقامگیری از مردم به خاطر عدم اقبالشون ذکر کردن. یعنی یک نیروی تروریست دست به ترور میزنه برای اینکه رعب و وحشت ایجاد بکنه، چون نمیتونه حمایت مردم رو به دست بیاره، سعی میکنه اونا رو مرعوب کنه و به این طریق اگر ازش حمایت نمیکنن، حداقل مقابلش هم نیستن. این کارکرد تروره. فرقه تروریستی که این روزها خیلی سر صدا کرده بود تو دنیا داعش بود و من فراوان مشابهت بین مجاهدین حق در عملکردشون، در فعالیت‌هاشون با داعش می‌بینم. مثلا شیوه ها، اون نوع سبایتی که استفاده میکنن، اون نوع سوء استفاده از اسلام. من بارها گفتم که مجاهدین حلق برند شیعه داعشن، در واقع در جلد اسلام، درست ضد اسلام عمل میکنن، افراد رو فریب میدن، میارن و اون افراد واقعا فکر میکنن که دارن برای انقلاب و اسلام و برای آخرت کار میکنن. زخم ترور مونده روی تن ایران، قلبم ترک خورده، قلبم برادر جان، از زخم هفته تیر، از زخم نامردی، از گله دشمن، شلیک بی اعلان، پاشید رد خون رو خاک پاک من، ای بی وطن بسه هر راج خاک من، تو شعر من خنجر بی وقت گل کرده، گل کرده تو بغض اندوهناک من، اندوهناک من. من مرد میدانم، تیغم که میبرم، تو تنگه مرزاد مختارم و حرم، فریاد خشمم من، رگبار تیرم من، آسون نمیمیرم، شیرم که میقرم، تو سید من میشی تو پنجه صیاد، فرقت رو میخوبن با تیشه فرهاد، دور از تو ای ایران سودای کفتاران، دور از تو خواب بد، آزاد باش آزاد، آزاد باش آزاد.